به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی صنف نهم. شاگردای عزیز و گرامی، به درس خودتان یعنی درس ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید. خب شاگردای عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی صنف نهم میخوانیم و فصل هشتم بودیم. درست است، احصائیه درس پنجم و درس آخر از این فصل میشه. یعنی ما و شما امروز که خواندیم فصل هشتم خلاص میشه و فقط یک فصل میمونه از کتاب ما و شما که اونم بخیر درس بعد شروع میکنیم. درست است، اما عنوان هایی که ما و شما باید بخوانیم، سه عنوان ما و شما در درس امروز میخوانیم. اول چی رو میخوانیم؟ اول میانه رو میخوانیم. دقت کنید، میانه با میانگین فرق میکنه ها. میانگین یا اوسط برش میگفتیم، نه؟ میانگین یا اوسط در صنف اشتم، در صنف قبل، در سال قبل خواندین، یادتان هست دیگه، نه؟ حال ما میانه رو میخوانیم، کمی فرق میکنه. دقت کنید که باز تشریح میکنه بفهمید. بعد از ساحه تحول یا دومین تغییرات بر گفته میشه. ساحه تحول یا دومین تغییرات هم بر گفته میشه، او را میخوانیم. و در آخر اوسط انحراف میخوانیم. درست است، پس سه موضوع ما و شما امروز باید بخوانیم و فصل ما و شما خلاص میشه. درست است. خب قبلی که بریم درس شروع کنیم، شاگرده عزیز، قرار بود که شما کارخانگی را با ما روان کنید از طریق واتساپ. نمبرش هم 2-0-964-780-255-40-13. درست شاگرده عزیز؟ پس شاگرده عزیز و گرامی همراه ما باشید. خب شاگرده عزیز و گرامی، عنوان اول درس امروز ما و شما چی است؟ میانه. پس من نوشتم میکنم میانه و تعریف میکنم برای شما. صحیح است؟ پس میانه. خب شاگرد عزیز، میانه چی است؟ میانه با میانگین گفتیم که چه فرق میکنه. میانگین در سال قبل شما خواندین میانگین یا اوسط. گفتیم اگر ما و شما چند دیتا داشته باشیم، x1, x2, x3 تا xn، یا را اگه میانگین شو بخوایم دریافت کنیم، میانگین تعریفش چی بود؟ فرمولش چی بود؟ با x بار نشان میدادیم. صحیح است؟ x بار، x بالایش یک خطک میکشیدیم و میگفتیم که کل دیتا ها را با هم دیگه جمع میکردیم و تقسیم بر تعداد کل دیتا ها میکردیم. این چی میشد؟ میشد میانگین یا اوسط بهش میگیم. درست است؟ اما میانه به شک نیست. میانه میگیم که دیتایی یا عددی، دقت کنید، میانگین، میانه هم میتونه خود دیتا باشه، هم میتونه دیتا نباشه، در خود دیتا نباشه. صحیح است؟ پس یک عددی که تعداد دیتاهای بعد از آن و قبل از آن مساوی باشه، یعنی دقیقا در وسط دیتا قرار داشته باشه. صحیح است؟ پس میانه میگیم یک دیتا یا یک عدد. یعنی پس گفتیم میتونه از خود دیتا باشه، میتونه از خود دیتا نباشه، مشکل نیست. فقط باید چی باشه شاگرد عزیز؟ تعداد دیتا بعد از آن و قبل از آن مساوی باشه. خب ما وقتی میگیم بعد از اون و قبل از اون، بعد و قبل معناش چی است؟ پس باید چی باشد شاگرد عزیز؟ باید 100% ما دیتا ها رو مرتب و منظم کنیم. یعنی چی؟ یعنی از کوچک به بزرگ یا از بزرگ به کوچک نوشته کنیم که قبل و بعد معنی بده. درست است؟ پس فهمیدیم. پس اول چی میکنیم؟ اول میایم چی میکنیم؟ روش دریافت میانه. اول دیتا ها را به شکل صعودی یا نزولی منظم میکنیم. به شکل اصغری یا اعظمی دیگه، درست است؟ میفهمید دیگه چی میشنه؟ به شکل صعودی یا نزولی. یعنی از کم به زیاد یا از زیاد به کم. چی میکنیم؟ مرتب و منظم میکنیم. بعد میریم میبینیم دیتایی که در وسط قرار داره، اون چی میشه شاگرد عزیز؟ اون میشه میانه. پس من یک مثال براتون تشریح میکنم. دقت کنید، مثال میانه دیتاهای ذیل را دریافت کنید.
خب شاگرد عزیز و گرامی دقت کنید، دما با ما و شما دیتا میته. به عنوان مثال دیتای ما و شما به این شکل است: 2 5 7 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دیگه هم نشته میکنیم. به عنوان مثال 2 سایست. پس هیچ دیتای ما و شماست. چند تا دیتا داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. یک تا دیگه نشته کنیم 9 تا شده. به عنوان مثال یک تا دیگه هم نشته کنیم. چند بگیریم؟ 3 بگیریم. پس این دیتای ما و شماست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا دیتا با ما و شما داده. خود سوال گفته میانه از یار دریافت کنید. خب میانه رو باید دریافت کنیم. گفتیم که باید اول چی کنیم؟ اول 100% باید به شکل صعودی یا نزولی، یعنی از کوچک به بزرگ یا از بزرگترین دیتا به کوچکترین دیتا منظم کنیم. صحیح؟ پس من اول چی میکنم؟ دیتای خود من علش در اینجا انجام میتم. دیتای خود مرتب و منظم میکنم از کوچکترین به بزرگترین. کوچکترین ما و شما چند است؟ یا یک است. پس اول یک نوشته میکنم. یک. صحیح؟ بعد از چی است؟ بعد از دو است. دوار نوشته میکنم. یک تا دو دیجا داریم. دو. یک تا دو دیجا داریم. دو تا دو داریم. صحیح؟ بعد از دو دیگه نداریم. صحیح؟ یعنی پس ما خط میزنیم که از پیش ما غلط نشه. یک خط زدیم. این دو دو تا دو را خط زدیم. صحیح؟ خب دیگه کدام مدت بعد از دو؟ سه است. سه یک تا سه. دو تا سه داریم. پس سه و سه. خب سه ها را من خط میزنم. بعد از یک تا چهار دارم. چهار. صحیح؟ چهارم خلاص. دو تا پنج و یک تا هفت. صحیح؟ دو تا پنج میمانه و یک تا هفت. پنج. پنج. و آخرم هفت. یارم کلشه خلاص کردم. صحیح؟ پس من یار از کوچک به بزرگ مرتب کردم یا منظم کردم. یک دو دو سه سه چهار پنج پنج هفت. پس دیتای خود از کوچک به بزرگ یا از بزرگ به کوچک فرقی نمیکنه. صحیح؟ من از کوچک به بزرگ مرتب و منظم کردم. خب حالی میرم نگاه میکنیم دقیقاً شاگرده عزیز دیتایی که در وسط قرار دارد، یعنی تعداد دیتاهای بعد از آن و قبل از آن با هم مساوی باشد، با اون چی میگیم؟ میانه. پس نگاه میکنیم دقیقاً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. صحیح؟ دقیقاً اگر نگاه کنین 1 2 3 4 تا، یعنی دیتای 3 که وسط ما و شما دقیقاً قرار داره. تعداد دیتاهای بعد از او چند تاست؟ 1 2 3 4. دهی برام چند تاست؟ 1 2 3 4. دقیقاً عدد 3 ما و دیتای 3 ما و شما در وسط قرار داره. پس میانه ما و شما میشه 3. بسیار آسان. پس چی شد شاگرد عزیز؟ اول مرتب منظم میکنیم دیتایی که در وسط قرار دارد، یعنی تعداد دیتای بعد از آن و تعداد دیتای قبل از آن با هم مساوی باشد، با او دیتا میگیم چی؟ میانه. پس میانه ما و شما در اینجا چی میشه شاگرد عزیز؟ میانه ما و شما میشه عدد 3. شاگرد عزیز دقت کنید، میانه ما و شما چند شد؟ میانه ما و شما 3 شد. درست است؟ یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز، تعداد کل دیتای ما و شما چند تاست؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یک عدد چی است؟ یک عدد تاق است. اگر تعداد دیتای ما و شما تاق باشد، میانه چی میشه؟ از خود دیتاها میشه. دقیقاً میشه دیتایی که در وسط قرار داره. صحیح؟ چون 9 تا دیتا داریم، 4 تا در سمت راستش قرار داره، 4 تا دیتا در سمت چپ. صحیح؟ پس به خاطر میانه میشه از خود دیتا. اما اگر دیتاهای ما و شما، تعداد دیتاهای ما و شما یک عدد جفت باشد، با عنوان مثال 8 تا باشد، 6 تا باشد، 10 تا باشد، صحیح؟ باز دیگه دیتای در وسط وجود نداره. او رو چه رقم دریافت میکنیم؟ میانه از او را فرمولش من یک مثال دیگه نوشته میکنم و در او کار میکنم. صحیح؟ پس مثال دقت کنید، مثال دوم ما و شما، میانه دیتاهای زیل را دریافت کنید. تعداد دیتای ما و شما چی است؟ جفت است. به عنوان مثال دقت کنید، ما شما داریم 3 5 10 2 4 4 1 2 3 4 5 6. دو تا دیگه هم نشسته میکنیم که 8 تا شوه. تعداد جفت میخوایم. صحیح است؟ 6 و دقت کن شاگرد عزیز، به عنوان مثال باشد 3. صحیح است؟ پس 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دیتا داریم. تعدادش جفت است. تعداد اگر تاق بود خواستان بود دیگه. بسیار آسان میتونستیم از کوچک به بزرگ اول منظم و مرتب میکردیم و دیتایی که در وسط قرار دارد میشد میانه ما و شما. اما اگر تعداد دیتای ما و شما جفت باشد، یا اول مرتب منظم میکنیم از کوچک به بزرگ مرتب کنیم. شاگرد عزیز کوچکترین دیتای ما و شما چند است؟ 2 است. درست است؟ پس 2 رو اول نوشته میکنم. 2. بعدش چند است؟ بعدش 3. 2 تا 3 داریم. دو تا 3 داریم. 3 3 سایست. بعد از 3 چی داریم؟ دو تا 4 داریم. 4 4
سعید شاگرد عزیز. و دیگه چی باید نوشته؟ چهار چهار. و دیگه چی داریم؟ چهارم باید مخط بزنم. پنج، شش و ده داریم. سعید پنج، شش و ده داریم. سعید شاگرد عزیز، پس شد یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت. سعید؟ خب شاگرد عزیز دقت کنید، حال میانه عزیز میخواییم دریافت کنیم. میانه از یک دریافت کنیم، باید بیایم گفتیم که دیتایی که در وسط قرار داره، ولی کل دیتا 8 است. وقتی بدونیم تقسیم کنیم، 4 تا دی بر 4 تا دی در وسط چه نمیمونه. به خاطر ما میایم چی میکنیم؟ همه دو دیتای وسط، دو تا دیتای وسط در نظر میگیریم. دو دیتای وسط در نظر میگیریم، 3 تا دی بر قرار داره، 3 تا دی بر قرار داره. صحیح؟ و یارا با هم دیگه جمع میسازیم و تقسیم بر 2 میکنیم. پس میانه ما و شما چی میشه؟ میانه ما و شما در این حالت همین دو دیتای وسط با هم جمع بسازید، 4 جمع 4 تقسیم بر 2. 4 جمع 4 چند میشه؟ 8 تقسیم بر 2 اگر بسازیم. پس میانه ما و شما چند شد؟ میانه ما و شما شد دوباره 4. 8 تقسیم بر 2 4 میشه. در این مثال هم میانه از خود دیتا ها بود، اما اگر همین 4 به جای 4 بس بانون سال بود 5، صحیح؟ 4 جمع 5 میشد 9، 9 تقسیم بر 2 میشد 4.5. یعنی میانه ما و شما از خود دیتا ها نیست، یک عدد دیگه است، ولی مشکلی ندارد. فهمیدی چه رقم شد دیگه نه؟ پس شاگرد عزیز و گرامی، اگر تعداد دیتای ما و شما یک عدد تاق بود، ما اول چه تاق باشه چه جفت باشه فرق نمیکنه، اول اصلا باید منظم کنیم، از کوچک به بزرگ باید منظم کنیم، درست است؟ بعد اگر تعداد دیتا تاق بود، دیتایی که در وسط قرار داره میشه چی؟ میانه ما و شما. اما اگر تعداد دیتا جفت بود، دو تا دیتایی که در وسط قرار داره رو جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میسازیم و او میشه چی؟ میانه ما و شما. درسته شاگرد عزیز؟ پس ما دو مثال کار کردیم که یکی تعداد دیتای ما و شما تاق است و یک تا تعداد دیتای ما و شما جفت است و میانه از یارا دریافت کردیم. درسته شاگرد عزیز؟ پس یه از میانه. خب شاگرد عزیز و گرامی، پس میانه دیتا ها را بسیار آسان ما میتونیم چه کنیم؟ دریافت کنیم چی تعداد دیتا های ما و شما جفت باشد، چی تاق باشد. درست است؟ اردوش را ما طریق دریافت بر شما گفتیم و شما هم یاد گرفتین. خب اما عنوان دوم ما و شما چیست؟ ساحه تحول یا دومین تغییرات. و در آخر هم اوسط انحراف را میخوانیم. درست است؟ پس میریم سر تخته و ساحه تحول و اوسط انحراف را با هم دیگه میخوانیم. خب شاگرد عزیز و گرامی، ساحه تحول یا دومین تغییرات، پس نوشته میکنم سر تخته، ساحه تحول یا که گفتیم برای چی میگیم؟ دومین تغییرات. پس دومین تغییرات یا ساحه تحول به گفته میشه، صحیح؟ و معمولا با آر نشان میدن، آر انگلیسی. و چی است؟ پس دومین تغییرات من نوشته میکنم آر میشه چی؟ بی منفی ای، که بی ما و شما چی است؟ بزرگترین دیتا، بزرگترین دیتا، و ای ما و شما چی است؟ کوچکترین دیتا. صحیحست؟ و آر ما و شما هم چی است؟ ساحه تحول. پس فرمولش به این آسان است، بسیارم راحت است. چی میکنیم؟ دیتا ها را دقت کن شاگرد عزیز، برای ساحه تحول بهتر است دیتا ها را باز دوباره چی کنیم؟ منظم کنیم. دقیقا وقتی میخوایم میانه را دریافت کنیم، ساحه تحول ما اون شکل دیتا ها را منظم کنیم، از پیش ما و شما غلط نشود. درست است؟ بلندترین دیتا منفی کوچکترین دیتا و جوابش چی میشه؟ یک عدد میشه. او به او میگیم ساحه تحول یا دومین تغییرات. به عنوان مثال ساحه تحول دیتا های زیل را دریافت کنید. خب شاگرد عزیز، سوال با ما و شما به شکل داده، دقت کنید، دیتا های ما و شما را داده، 6 25 2 7 و 50. صحیح؟ 1 2 3 4 5 تا دیتا به ما و شما داده. صحیح؟ یک تا دیگه هم بندم شهر شهر چند تا؟ 1, 2, 3, 4, 5 تا و این هم باشد چند؟ با نام سال 40. 6 تا دیتا با ما و شما داده، 2, 6, 25, 2, 7, 50, 40. 6 تا دیتا با ما و شما داده، گفته ساحه تحول از زیره دریافت کن. خب ساحه تحول چی میشه؟ گفتیم بهتر است اول چی کنیم؟ دیتا ها را از کوچک به بزرگ منظم کنیم. صحیح؟ خب اول دیتای ما و شما چند است؟ 2.
پس دور خط میزنم. بعد از چند داره؟ شش داره. بعدش افت داره. شش و افتم خلاص کده. 25 40 50 25 سیست 40 و 50. پس این چی شد؟ شاگرد عزیز من دیتا رو منظم از کوچک به بزرگ منظم کردم. خب حالا سایه تحول گفته چی است؟ پس آر ما و شما مفاهیم میشه با بزرگترین دیتای ما و شما 50 است، کوچکترین دیتای ما و شما 2 است. پس میشه 50 منفی 2 جواب میشه چند؟ 48. پس سایه تحول چند شد؟ 48 شد. خب شاگرد عزیز، همین دیتا که حالا منظم کردیم ما و شما، میانه رو میتونی دریافت کنی؟ خود دریافت کنی میانه چند میشه؟ گفتیم تعداد دیتا چی است؟ 1 2 3 4 5 6 جفت است. پس باید دو تای وسط انتخاب کنیم، نه؟ دو تای وسط اگه انتخاب کنیم دقیقاً به این شکل میشه. اینی هر دوره 7 و 25 باید با هم دیگه جمع بسازیم و تقسیم بر دو کنیم. صحیح؟ پس جمع میکنیم، پس میانه ما و شما چی میشه؟ میانه ما و شما در این سوال میشه 7 جمع 25 7 جمع 25 تقسیم بر 2. 7 جمع 25 چند میشه؟ 32. 32 تقسیم بر 2 اگر بسازیم میشه 16. پس میانه این دیتای ما و شما چند است؟ 16 است. میبینید که میانه در خود دیتا نیست، ولی مشکل نداره. گفتیم میانه میتونه از خود دیتا باشد، میتونه از خود دیتا ها نباشد، مشکلی نداره. فیست؟ پس ما و شما هم میانه را میتونیم دریافت کنیم، هم سایه تحول میتونیم دریافت کنیم. درست است؟ فقط میمونه عنوان آخر ما و شما چی است؟ اوسط انحراف. پس شاگرد عزیز، ما تخته رو پاک میکنیم، اوسط انحراف را تشریح میکنیم. پس شاگرد عزیز و گرامی، همراه ما باشید. خب شاگرده عزیز و گرامی، عنوان آخر درس امروز ما و شما اوسط انحراف. اوسط انحراف چی است؟ فرمولش به این شکل است. دقت کنید، من نوشتم میکنم. اوسط انحراف میگم به این شکل است. اوسط، باید فرمولش در آخر نوشته کنم و مثال باز کار میکنیم. اوسط انحراف فرمولش به این شکل است. ما باید کل دیتا ها را، درست است، کل دیتا را اول بریم اوسطش دریافت کنیم، یعنی میانگین. کلش با هم جمع میکنیم، تقسیم بر تعداد میکنیم، او یک عدد میشه و اون میگیم میانگین. درست است؟ باز میایم هر دیتا را از میانگین منفی میکنیم و قیمت مطلقه میگیریم. صحیح؟ پس قیمت مطلقه x1 منفی میانگین با x بار نشان میدادیم. صحیح؟ باز جمع، باز دوباره چی؟ دیتای دوم ما و شما x2 منفی x بار، باز قیمت مطلقه میگیریم و جمع تامی آخر تا آخر که شود چه؟ قیمت مطلقه xn دیتای آخر ما و شما منفی x بار. فست؟ پس کل دیتا ها را شاگرد عزیز اول میریم چی میکنیم؟ اوسط دیتا ها یا میانگین دیتا ها را دریافت میکنیم. بعد میایم چی میکنیم؟ کل دیتا هایی که داریم، تک تک دیتا، دیتا اول، دیتا دوم، دیتا سوم، کلش از میانگین یا اوسط منفی میسازیم و داخل قیمت مطلقه میندازیم و وار جواباش با هم دیگه جمع میکنیم و تقسیم بر تعداد کل. این هم میشه تعداد کل دیتای ما و شما، یک عدد میشه، به این میگیم اوسط انحراف. درست است؟ به عنوان مثال دقت کنید، مثال به ما و شما گفته که اوسط انحراف دیتاهای ذیل را دریافت کنید. دیتای ما و شما به این شکل است. در اینجا دیتا با ما و شما داده 4 6 2 8. خب به ما و شما داده 4 6 2 8، 4 تا دیتا با ما و شما داده، گفته اوسط انحراف اینا رو دریافت کن. خب ما گفتم اول چی میکنیم؟ اول میام شاگرد عزیز، ما چی رو دریافت میکنیم؟ اوسط دریافت میکنیم، یعنی میانگین. پس من اول خود میانگین دریافت میکنم، بعد در کجا؟ در اینجا نوشتم میکنم میانگین دریافت میکنم. x بار ما و شما چی میشه؟ گفتیم جمع کل دیتا تقسیم بر تعداد کل. 4 جمع 6 4 جمع 6 جمع 2 جمع 8 تقسیم بر 1 2 3 4 تا دیتا داریم. صحیح؟ خب 4 و 6 میشه 10، 2 و 8 میشه 10، 10 جمع 10 میشه 20، 20 تقسیم بر 4 اگر بسازیم میشه 5. پس اوسط دیتا ها یا میانگین دیتا ما و شما چند شد؟ 5 شد. خب تا اینجا خب بسیار آسان است، میتونیم دریافت کنیم. حالا میریم هر دیتا را چی میکنیم؟ منفی اوسط میکنیم، داخل قیمت مطلقه میندازیم. صحیح؟ پس به این شکل میگیم دیتای اول ما و شما چند است؟ 4. 4 منفی اوسط، 4 منفی 5 داخل قیمت مطلقه. خب 4 منفی 5 چند میشه؟ جواب میشه منفی 1. قیمت مطلقه منفی 1 میشه مثبت 1. این خواهیم میفهمیم. درست است؟ دیتای دوم ما و شما 6 منفی
5 داخل قیمت مطلقه، قیمت مطلقه خودش 6 منفی 5 میشه مثبت 1 و قیمت مثبت 1 میشه خود مثبت 1. تا اینجا خود دریافت کردیم. و دیگه چی؟ 2. دیتای بعدی ما شما 2 است. 2 منفی 5. خب 2 منفی 5 میشه چی؟ منفی 3. داخل قیمت مطلقه اگر بندازیم جوابش میشه مثبت 3. صحیح؟ چون 2 منفی 5 2 مثبت است، 5 منفی است، هم علامه نیستند، از هم کم میشه، علامه عدد بزرگتر، 5 بزرگتر است، پس میشه منفی 3 میشه. اما چون قیمت مطلقه داره میشه مثبت 3. و دیتای آخر ما و شما 8 است. صحیح؟ پس 8 منفی 5 قیمت مطلقه چی میشه؟ 8 منفی 5 میشه 3 مثبت، قیمت مطلقه 3 مثبت میشه مثبت 3. خب حالا میریم چی میکنیم شاگرد عزیز؟ اوسط انحراف دریافت میکنیم. ما در اینجا دریافت میکنیم اوسط انحراف. اوسط انحراف، اوسط انحراف گفتیم که باید چی کنیم؟ این جواب آخر که دریافت کردیم کلش با هم دیگه جمع میکنیم، تقسیم بر تعداد کل. خب جمع کنید، 1 جمع 1 جمع 3 جمع 3 تقسیم بر چی شاگرد عزیز؟ تعداد کل. کل دیتای ما و شما چند تاست؟ 1 2 3 4 تا دیتا داریم، پس تقسیم بر 4 باید بسازیم. خب جمع بسازید دیگه شاگرد عزیز. 1 جمع 1 میشه 2، جمع 3 میشه 5، جمع 3 میشه 8. پس 8 بر 4 اگر 8 تقسیم بر 4 بسازید جواب میشه 2. پس اوسط انحراف این دیتا رو ما و شما دریافت کردیم، چند شد شاگرد عزیز؟ 2 شد. درست است؟ معنایش چی است؟ معنایش است که به طور متوسط دیتای ما و شما از اوسط 2 خانه فاصله داره تقریبا، به شک میشه گفت. صحیح؟ پس اوسط انحراف هم فهمیدیم. اوسط انحراف چند دیتا که به ما و شما داده میشه گفته یار دریافت کنید. اول از همه بریم چی میکنیم؟ خود اوسط دریافت میکنیم، میانگین دریافت میکنیم. هرچی شد باز کل دیتا را تک تک دیتای اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هر چی دیتا داشته باشیم منفی چی میکنیم؟ اوسط میکنیم و داخل قیمت مطلقه مندازیم. حالا جواباش که آخر دریافت دوباره کلش جمع میکنیم و تقسیم بر تعداد کل دیتا. دیتای ما شما 4 تا دیتا داشتیم، تقسیم میکنیم یک عدد دریافت میشه، او عدد برش میگیم اوسط انحراف. درست است؟ اوسط انحراف برش گفته میشه. فهمیدید چرا هم شد دیگه نه شاگرد عزیز؟ پس هم از عنوان آخر درس امروز ما و شما. خب شاگرده عزیز و گرامی، پس اوسط انحراف هم خواندیم، درست است؟ و دیدیم که بسیار آسان میتونیم جواب دریافت کنیم. اما کارخانگی تمرین های صفحه 212، 214 و 216 کتاب کار کنید و با ما روان کنید از طریق واتساپ. نمبرش هم 2964-780-255-413. درست است شاگرده عزیز؟ پایان فصل هشتم. فصل هشتم ما و شما هم خلاص شد، فقط یک فصل آخر مانده که بخیر در درس بعد او را ما و شما شروع میکنیم و میخوانیم. خب شاگرده عزیز و گرامی، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش. شما را به الله پاک و مهربان میسپارم.